سری نامه به نام آن خداوند که دلها را به دلها کرد پیوند. درود و سلام بینندگان شبکه تلویزیونی آسیای مرکزی. در برنامه اشعار سنایی در موضوع پیدایش شعر و رسیدن آن تا زمان ما با شما صحبت خواهیم نمود. شعر سابقه طولانی دارد. دانشمندان قدیمترین شعری جهان بشری را در ادبیات هندی باستان به نام مهابهاراتا ذکر نمودند که به 5 قرن پیش از میلاد برمیگردد. جمعی از محققان علمی به این نظر هستند که در کتیبه های هخامنشیان هیچ آثار از جنبه ادبی وجود ندارد و جمعی دیگر باشند به این نظر هستند که مطالب ترجمه شده از کتیبه های مذکور نشان می دهد که پاره از این سروده ها یا دعاها نوشته های هستند که به شعر مانند بوده و وزن آنها را ضربی دانستند. ولی آنچه امروز از گذشته های دور به جای مانده اوستا و سروده های زرتشت یعنی باساها یا گاتاها می باشند. همچنین آثار سوغدی و خوتنی را نمی توان نادیده گرفت که سایه از اشعار هجایی در این آثار هم دیده می شود. و فکرم بیان کردن نظر دانشمندان یونان راجع به شعر از فایده خالی نمی باشد. افلاطون در 5 رساله خود می گوید شاعران وقت شعر می سرایند در حال بیخودی هستند. آهنگ و وزن ایشان را مفتون و مسحور می کند. ولی نخستین کسی که درباره شعر رساله به نام فن شعر تألیف کرده است ارسطو می باشد. در این رساله مذکور راجع به شعر میگوید شعر در مقابل نثر است و از شعر همیشه سخن موزون اراده میکند، یعنی شعر را از وزن جدا نمیداند ولی بین شعر و نظم فرق داشته است. اصل شعر را در معنی و مفهوم آن میجوید و صورت شعر را که به وزن و قواعد دیگری نظم بستگی دارد جزء ماهیت شعر نمیشوند. البته آن چی تا اینجا گفته شد مضمون شعر و معنای امروزه اش که در بین مردم ما رایج است نبود و نیست. پس از آن که اسلام سرزمین های ما را فتح نمود، واقعا زمینه شکوفایی استعدادها را در تمام ابعاد حیات فراهم آورد. به طور مثال نعمان ابن ثابت فرزند فرزانه ملت که در جامعه ما به عنوان امام اعظم ابو حنیفه صوفی کوفی رحمت الله علیه معروف است، نخستین کسی است که فقه اسلامی را قانونمند کرد و طور علمی و دقیق از سرچشمه های پاک و زلال یعنی قرآن و حدیث و اقوال اصحاب و اجماع و قیاس آثار ماندگار تدوین نمودند. و یا قهرمان واقعی ملت امام بخاری رحمت پروردگار بر او باد و جمع آوری احادیث رسول خدا صلی الله علیه و سلم کمر همت بسته و این کار مهم را سربلندانه انجام دادند. بله ده ها و صد ها شخصیت های علمی دیگر می توان نام برد ولی مجال سخن گفتن نیست. از موضوع دور نمی رویم و سوال می گذاریم که نخستین شعر و شاعر و معنای واقعی کلمه که در بین ملت ما رایج است چیست و کیست؟ پاسخ به این سوال چنین است. در باره نخستین شعر و شاعر میان تذکره نویسان ملت ما اختلاف نظر وجود دارد. برای نمونه چند از این نظرها را ذکر میکنیم. در کتاب المسالک و الممالک به یک قطعه شعر یا نثر مسجع بر می خوریم که به بهرام گور نسبت داده شده است. منم شعر شلنبه او منم ببر تله. و همچنین در کتاب ذکر شده از ابن ترخان در خصوص شهر سمرقند آمده است. سمرقند کند مند بزینت کی افکند از شاشتی بهی همیشتی خیهی. در کتاب تاریخ سیستان نیز
یک قطعه شعر قدیمی در ستایش آتشکده کرکوی سیستان نقل شده که چنین است: پرخط با داروش خنیده گشاست هوش، همیشه نیکی کوش دی گذشت و دوش. در کتاب البداء و تاریخ که مسعود مروزی این بیت ذکر شده است: نخستین کیومرس آمد به شاهی، گرفتش گیتی درون پادشاهی. در مجمع التواریخ باشد این قطعه آمده است: سارو جمع کرد بهمن کمر بست، دارای دارا دیر آهم آورد. شاید نخستی نظم یا شعر این باشد که به گفته تاریخ طبری در سال 180 هجری قمری برابر با سال 802 میلادی مردم خراسان در حجوی اسد ابن عبدالله والی خراسان پس از شکست وی از امیر ختلان و خاقان تور سروده بودند: از ختلان آمدیه برو تباه آمدیه، آبار باز آمدیه خشک و نزار آمدیه. براستی وقتی سخن در موضوع شعر می رود، هم در ایران هم در افغانستان و تاجیکستان پدر شعر فارسیگو یا دریگوی و تاجیکیگو ابو عبدالله رودکی را می دانند و اعتراف می کنند، زیرا نخستین کسی است که صاحب دیوان شعر است. بله، از استاد رودکی گرفته تا کلاسیکان پس از او همه به قواعد شعر عربی در ایجادیات شعری خود تبعیت نمودند. حالا با لطف پروردگار از گنجوری گنجینه کلاسیکان ملت حکیم سنایی غزنوی را انتخاب نموده، راجع به اشعار این عارف ربانی با شما بینندگان گرامی، مخصوصا دوستداران شعر و ادب سخن خواهیم نمود. چرا سنایی بزرگ را انتخاب نمودم؟ اول اینکه در باره این شخصیت فرهنگ پرور در دوران حکومت شوروی نام و نشان در کتابهای درسی نبود، پس برای آگاهی عموم مخصوصا دوستداران ادبیات از فایده خالی نیست. دوم، نشان دادن چهره واقعی یک شاعر، حکیم و عارف و همچنین برای یادآوری نظم‌گویان و شعرگویان معاصر وطن عزیزم تاجیکستان که در مدح فرو رفتند، گویا شعر و اجتماعیات و اقتصادیات و دیگر پهلوهای حیات کار نداشته باشند. سوم، همان گونه که می‌دانیم شاعران معاصر داریم که 100% یا نزدیک به 100% پیروی از سنایی کردند و متاسفانه امروز در کتاب‌های درسی ما دیده نمی‌شوند و مثل عبدالحی مجخرفی، مولوی جنونی و ده‌ها نفر دیگر را می‌توان نام برد که از حکیم سنایی بسیار پیروی کردند در شعر معاصر ملت خود. زندگی نامه حکیم سنایی را می‌توان به طور چکیده چنین بیان کرد: از سال تولد دقیق و وفات دقیق شاعر سه در دست نداریم. از این رو می‌توان گفت در حدود سال 459 هجری قمری برابر با سال 1080 میلادی در شهر غزنین طفل لطیف در خانواده اهل علم و معرفت پا به عرصه هستی نهاد. تذکره نویسان نام و کنیه و تخلص او را ابوالمجد مجدودی سنایی ذکر کردند. خود شاعر نیز نامناسبش را در اشعار زیبایش ذکر نموده است: مجدود شد و یافت سنا نزد تو بیشک، از جود تو و جاه تو مجدود سنایی. هرچند سلدهای تو ای قبله سنت، مجدود سنایی را با مجدود سنا کرد. نام پدرش آدم بوده که هم معرخین و هم خودش ذکر نموده. از جمله در کتاب حدیقه جای تولدش را ذکر کرده است: گرچه مولود مرا به غزنین است، نقش شعرم تو نقش ماچین است. حکیم سنایی در ابتدای فعالیت‌های ادبی خیش مثل شاعران پیش از خود و همچنین معاصران زمانش مدح پادشاهان غزنوی و درباریان را کرده است.
تذکره نویسان گفتند که سنایی پس از تغییر حال قصیده هایی را که در مدح امیران و وزیران گفته بود قریب که همه آنها را به کلی بشست. تنها 22 قصیده مدحیه مانده است و تمام. آنچی به نظر می رسد سنایی در جوانی از غزنین به هیچ کجا مسافرت نکرده است و در میان عمری باشد از شهرهای خراسان به مثل هرات، سرخس، نیشابور، بلخ مسافرت نموده و از آنجا به زیارت کعبه شرفیاب شده است. بله، حکیم سنایی از شعر بیروح و وصفهای بیمورید فاصله می گیرد. یعنی معشوق و می زمینی را به حاشیه می راند و معشوق و می آسمانی را به مرکز فرا می خواند. قسمتی مهمی از حیات حکیم سنایی پس از تغییر حال اوست. تغییر حال او دست کشیدن از مدح و ستایشگری شاهان و وزیران و توجه به عالم معنا و اختیار کردن راه سیر و سلوک. بله، درباره دیگرگونی برای کرد او به عالم عرفان اهل خانقاه و تذکره نویسان افسانه های زیاده را ساخته و روایت کرده. یکی از شیرین ترین گفته ها را جامی در نفحات الانس این گونه روایت کرده است: سلطان محمود سبکتگین در فصل زمستان با عظمت گرفتن بعضی از دیار کفار از غزنین بیرون آمده بود. سنایی در مدحیه قصیده های گفته بود، می رفت تا به عرض رساند، به در گلخن که رسید آواز شنید که با ساقی خود می گفت: پر کن قدح بکوری سنایی که شاعر که گفت سنایی مردی فاضل و لطیف است. گفت: اگر وی لطیف طبع بودی با کار مشغول بودی که وی را با کار آمدی. گزاف چند در کاغذ نوشته و هیچ کاری وی نمی آید و نمی داند که وی را برای چی کار آفریدن. سنایی چون آن بشنید حال بر وی متغیر گشت و با تنبیه آن لایخار که در حقیقت از مجذوبان عالم بالا بود از مستی غفلت هوشیار شد و پای در راه نهاد و با سلوک و تزکیه مشغول شد. در حقیقت سنایی نخستین شاعری است که حقایق عرفان و عرفانی و معنی قرآن را در قلب شعر بیان کرده است و این کار او برای خود سبک نو ایجاد کرد. در اصل خودش یک شاعری نوگرا بود و تا دنیا دنیاست نو میماند، زیرا سرچشمه های اشعارش همیشه استوار هستند. او با وارد کردن درون مایه های عرفانی، اخلاقی و نقد اجتماعی جان و روح تازه در کالبد شعر دمید. او نکوهش دنیاداران ظالم که حاکمان ستمگر بودند آشکارا میگوید و ترس حراس هم ندارد. آموزش های دین اسلام در تمام آثارش موج میزند. آثاری که از او باقی مانده است اینها میباشند: کلیات دیوانش که شامل مدایح، زهدیات، قلندریات، ترکیب بند، ترجیع بند، قطعات و رباعیات که عدد همه اینها 13770 بیت می باشند. دوم، حدیقة الحقیقه که با نامهای الهی نامه یا فخرنامه نیز ذکر یافته است. این کتاب از شاهکارهای ادبی و در نوع خود بی‌نظیر است و اولین کتابی است که بر این اسلوب گفته شده است. عدد ابیاتش 12000 است و خود حکیم سنایی یادآوری این نکته شده است. طریق و تحقیق این مثنوی در بیان معارف و حقایقی است که حقایقی است و ابیات آن 873 بیت می باشد و آغازش از این بیت سر می شود: ابتدای سخن به نام خداست، آن که به مثل و شبیه و به همتاست. سیر العباد الی المعاد، این مثنویش را سنایی به نام سیف الحق محمد ابن منصور سرخسی ساخته است. این اثر را بر وزن اثر حدیقه نوشته است و 779 بیت می باشد.
کارنامه بلخ یا مطایبه نامه مجموعه ابیات آن 491 بیت است. حکیم صناعی این اثر را وقتی در بلخ بودنش به نظم در آورده است. در این اثر جمع شعرای زمانش را ستوده یا به هزل با آنها مطایبه نموده است. عقل نامه که عدد ابیات این مثنوی 242 بیت است با این بیت آغاز می‌یابد: السلام علیک یا دم روح، از تو شد زنده روح و مرکب روح. عشق نامه این اثر در ارتباط بین عشق و روح، وحدت و حدوث، بذر و ثمره و بعض حکایات و تمثیلاتی که مانند حدیقه می‌باشد. عدد این ابیات مصنوی 576 بیت بوده، همش در پند و اندرز و عشق و محبت پروردگار است. صنایع آباد نام این اثر را کسی در جمله آثار حکیم صناعی نیاورده مگر محمد علی رقا یا رفاع. دانشمندی معظم استاد خلیل الله خلیلی در باره یک نسخه قدیمی حکیم صناعی دیباچه نوشته و محمد علی رقا بران افسوده است. این سخن استاد خلیل الله خلیلی بود. تحریمت القلم یا تجربت العلم که 202 بیت است و این ابیات آغاز می گردد: مرحبا ای سیاه روی دو زبان، ای حدیث آفرین بی دل و جان، کتاب وحی کردگار توی، مرکب عقل را سوار توی. رساله مقدمه نصری که این اثر در نهایت فصاحت و بلاغت انشاء شده است، برای نمونه به آغاز این مقدمه لطفاً دقت کنید: سپاس و ستایش مبدع راست که سخن پاک و سخندان و سخنگوی را ابداع کرد، و حمد و مدح مخترع راست که با پرتو نور این دو شریف صورت و مایه را اختراع کرد. مجموعه نامه های حکیم صناعی که در مجموع 17 نامه می باشند، نامه به بهرام شاه، به خواجه قوام الدین وزیر، نامه به حکیم عمر خیام، نامه به سرهنگ محمد خطیبی، نامه به یکی از بزرگان نیشاپور، نامه به یک بازرگانی، نامه به یک دوستش و غیره ها.